باشگاه‌های ورزشی به ویژه فوتبالی آماده باشند. همکاران من اگر خبر اولو تقدیم می‌کنم و یعنی باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال منظورته، دقیقاً، که این روزها در قرنطینه و ایزوله هستن ولی باید منتظر تاریخ احتمالی برگزاری مسابقه باشن. همین خبری که اینجا داریم می‌بینیم، البته اعلام غیر رسمی. دقیقاً. آقای دکتر سعیدی سخنگوی فدراسیون پزشکی ورزشی اعلام کرده که با توجه به شرایط قرار بود از 15 اردیبهشت ما تمریناتمون رو آغاز کنیم، یعنی در واقع مجوز بدیم تمرینات آغاز بشه، اما ممکنه با توجه به روند کاهشی مسئله شیوع کرونا ممکنه که اتفاق بیفته که ما زودتر این کار رو انجام بدیم. خیلی میتونه به ما کمک کنه که در واقع بریم سراغ این که تمریناتمون شروع بشه. درسته. و باشگاه‌ها در واقع الان آماده هستن، یه جورایی منتظرن که این مجوز صادر بشه که بتونن سریع تمریناتشون رو شروع کنن. حالا برای بچه‌هامون هم همکارات دم سازمان لیگ هستن. محمد کیو اگه اشاره داشته باشم در مورد اون صحبت می‌کنم با حسام خواهیم بود. آقای سلطانی فر وزیر ورزش چند روز پیش یک ویدیویی داشت که به نظر می‌رسید پالس مثبتیه در ادامه برای شروع لیگ، اما حتما سلامت بازیکن‌ها و کسانی که درگیر هستن بسیار مهمه. و البته بازیکنانی هم بودن ابوذر که از تیم‌های مختلف غیر مستقیم گفتن که باشگاهمون زنگ زدن که بیایید برای تمرین. پس این میتونه خبر غیر رسمی باشه اما مهم. خب خبر بعدی اظهارات جدید دبیرکل AFC هست که عذرخواهی می‌کنم آقای نصرالله عبداللهی که اومده صحبت کرده، گفته کسی خرید استقلال پرسپولیس جرأتشو نداره انجام بده. به نظر بیرا هم نگفته. من موافقم محمد با صحبت شما، چون سرپرست پیشین باشگاه استقلال اومده گفته که تو این شرایط که دو تیم بدهی‌های زیادی هم دارن، خیلی زیاد، خب این تبدیل شدن این دو تیم به بخش خصوصی هنوز به واقعیت تبدیل نشده، خیلی وقت هم دارن راجع بهش صحبت میکنن. امیدوارم امسال این اتفاق بیفته و ما شاهد این باشیم که این دو تیم به بخش خصوصی واگذار میشه. و این دکتر آقای عبداللهی در ادامه صحبتش اومده گفته که هر کسی که میخواد بین دو تیمو بخره محمد قطعا دنبال سودآوریه، میخواد به سود برسه. بله. پس قطعا این بدهی‌ها برای کسی که میخواد بین دو تیمو بخره خیلی سخت میشه کار و بعید میدونم کسی جرئت کنه بیاد این دو تیمو بخره، چون واقعا با این همه بدهی کار بسیار سختیه. یه مروری با هم داشته باشیم، کسی که بیاد باشگاه رو بخره همون لحظه اول باید احتمالاً 500 600 میلیارد سرمایه‌شو بذاره بیاد تو باشگاه مستقر بشه، بعد میلیاردها تومان از خارجی هایی که اومدن شکایت کردن باید پرداخت کنه، تازه اون موقع برسه به صفر که به سودی برسه. خود وزارت ورزش و سازمان خصوصی سازی ابوذر میگن که احتمالاً 6 ماه اول سال این کارو انجام بدیم، ولی سالهای سال در مورد این موضوع صحبت کردن، اما ما امیدواریم که این کار انجام بشه. امیدوارم این وعده بالاخره محقق بشه. و ادامه صحبت آقای نصر عبداللهی اینه که میگه که قطعا میان تصمیم بگیرن اگر لیگ قرار ادامه پیدا کنه اعلام بکنن تیم‌ها تمریناتش رو بکنن، اگرم نه پایان لیگ رو اعلام کنن تیم‌ها آماده بشن برای رقابت‌های فصل بعد که بتونن برنامه‌ریزی برای فصل بعد رو داشته باشن. بسیار خب، حالا حتما همینطوره، باید برنامه‌ریزیشون دقیق باشه و از جریانات فوتبالی مطلع باشن تا بتونن خودشونو آداپته کنن. اما خبر بعدی بعد از خب اظهارات جدید دبیرکل AFC. خب آقای وینزور جان آره دقیقاً، آقای مالزی وینزور جان اومده گفته که قطر ممکنه میزبان ادامه رقابت لیگ قهرمانان آسیا باشه و تو صحبتش گفته که قطعاً ما مسابقات رو می‌خوایم برگزار کنیم، تصمیم اون این هست که حتماً این رقابت‌ها رو به شکلی متمرکز در یک کشور برگزار کنیم. نمایندگان فوتبال کشورمون از جمله پرسپولیس هم اومدن گفتن که اگه قرار متمرکز برگزار بشه پس حتماً اون دو تا بازی اول رو هم لحاظ نکنیم نتایجش رو، چون در واقع تیم‌ها در خانه خودشون بازی کردن و این میشه اون عدالتی که در نظر گرفته میشه. حالا باید منتظر بمونیم ببینیم که AFC برنامه‌اش چیه. دبیرکل AFC اومده گفته که ما کشورهای غرب آسیا، ایران، عربستان، قطر، عراق و این کشور اینچنینی توی فصل تابستان بسیار دمای هواشون بالا هست. بله. و با توجه به شرایط تنها کشوری که سیستم تهویه خوب داشته باشن رو ما در نظر میگیریم که قطر از همه توی این شرایط وضعیتش بهتره و ممکنه که این وضعیت براش پیش بیاد که میزبان بشه. در شرق آسیا فیلیپین و در واقع مالزی میزبان خواهند بود. ازبکستان هم پیشنهاد داده بود محمد که میخواست میزبان غرب آسیا بشه، اما با توجه به شرایط امکانات قطر بعید میدونم.